10 میلیاردر ایران را بشناسید. به کانال ما خوش اومدید. به لطف سامانه های مالیاتی و مالی کشورمان ایران، دو دسته ثروتمند وجود دارند. دسته اول که همیشه هم بحث برانگیز بودند، رانتی هستند و زمینخوار و غیره. اینها را کسی نمیشناسد، ندیده و نه حسابهایشان معلوم است. لااقل 5 سالی هم هست که اسمشان از نوک زبان به بیان نرسیده و هنوز مردم منتظر شنیدن نامشان هستند و مدارک ثروتشان. در ضمن وقتی نامشان از نوک زبان بزرگان به مقام بیان نرسیده، انتظار زیادی است که از قلم ما بچکد. پس اجازه بدهید سراغ دسته دوم برویم. همانهایی که ثروتمند هستند اما شناخته شده و به خاطر شناخته شدن بودنشان مالیات میدهند. مالیاتی که کوچه های شهر ما را با آن آسفالت می کنند و صدا و سیمای ما را با آن می چرخانند. شماره 1، علای میر محمد صادقی. الان 79 سال سن داره و متولد اصفهانه. کسی که همه اونو به عنوان پدر گچ و سیمان کشور می شناسند. اولین صندوق قرض الحسن انقلابی رو 38 سال پیش در مسجد لورزاده تأسیس کرد. اون بنیانگذار سازمان اقتصاد اسلامیه که روز قرار بود بانک خصوصی بازاریا باشه، اما با تهدید به استعفای 7 عضو کابینه دولت موقت تعلیق شد تا سرانجام در دولت احمدی نژاد به بانک قرض الحسن تبدیل بشه. میر محمد صادقی رئیس انجمن صنایع و معادن گچ کشور، رئیس خانه معدن کشور، بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره اتاق‌های مشترک ایران و کانادا، ایران و افغانستان، کمیته مشترک ایران و کره، شورای مشترک ایران و بحرین و ایران و عربستان، اتحاد تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی، عضو هیئت مدیره شرکت کشتی‌سازی نو، شرکت صنایع گچ خوزستان، شرکت صادراتی بنادر جنوب، شرکت پخش سیمان کشور و عضو هیئت رئیسه اتاق تهرانه. شماره 2، سید حمید حسینی. حضور اشخاصی مثل صفای فرهانی در مجلس ترحیم پدر وزیر ارشاد برای بسیاری سوال برانگیز بود. پاسخ سوال را باید در فعالیت‌های اقتصادی برادر وزیر ارشاد جست. بالاخره وزیر ارشاد با صفای فرهانی همکاره. 52 سالشه و اهل رفسنجان. رئیس هیئت مدیره گروه بین‌المللی مذاکرات و مدیر عامل شرکت پالایش نفت سروشه. شماره 3، محسن خلیلی عراقی. مدیر عامل شرکت بزرگ بوتان. همین بوتان کافیه تا دامنه فعالیت‌های او مشخص بشه. رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بوتانه. رئیس هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع ایران، رئیس هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران، دبیر کل کانون عالی کارفرمایان ایران، رئیس هیئت مدیره شورای صنایع لوازم خانگی ایران و همچنین رئیس هیئت مدیره انجمن صرفی کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع در ایرانه. عراقی متولد سال 1308 در تهرانه. شماره 4، شاهرخ زهیری. حتما لااقل یک بار سوسهای اونو تجربه کردین. به اون سلطان سس میگن. پیشگام صنایع غذایی در کشور و بنیانگذار کارخانه های مهرام. علاوه بر این، زهیری 80 سال عنوانهای دیگری نظیر نایب رئیس اتاقهای مشترک ایران و روسیه، ایران و استرالیا، ایران و ارمنستان و کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران و کانادا، رئیس کمیسیون کشاورزی در صنایع و بسته‌بندی اتاق ایران، عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران، نایب رئیس کنفدراسیون صنایع غذای ایران را در کارنامه خود دارد. سلطان سس ایران متولد تهرانه. شماره 5، مهدی جاریانی. هر باری که به همون میرید یا دستاتونو میشورید، شاید به یاد جاریانی بیفتید. جاریانی متولد تهرانه و 62 سال سن داره. آقای جاریانی مدیر عامل شرکت‌های پاکسان، انتبا، تولی پرس، پخش عظیم، کالای مصرفی و تولید مواد اولیه داروبخش
و یا نماد رو در کارنامه خودش داره. شماره 6 علی نقی خاموشی، متولد تهرانه اما کی نمیدونه که اون اصالتاً مشهدیه. بالاخره دوران زیادی رو به صندلی ریاست اتاق بازرگانی تکیه زده و سابقه داراست. به کت و شلوار عادیش نگاه کنید و با خودتون فکر کنید که در روزگاری نه چندان دور هر مرد در شب دامادیش یکی از محصولات آقای مدیر رو به تن می کرد. درست متوجه شدید. خاموشی 71 ساله این عنوان ها رو در کارنامه خودش داره. رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران، رئیس هیئت مدیره شرکت های ریسندگی و بافندگی مطهری و پوشاک جامع، مدیر کل شرکت های ریسندگی و بافندگی مقدم و تیم، مدیر تولید نساجی ممتاز، عضو شورای عالی پول و اعتبار و رئیس بنیاد مستضعفین. شماره 7 اسدالله اسکر اولادی. همین چند وقت قبل جوابی معترضانه ای را به یکی از روزنامه‌های کترال انتشار فرستاده بود و از آنها گله کرده بود چرا او را به عنوان حاجی ترانسفر نام بردند. اسکر اولادی اهل تهرانه و چه کسیه که اونو نشناسه؟ بر اساس روایات پیرمرد خوش‌قد در جریان نگرانی بخش خصوصی از واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران با آن وسعت در آن نقطه عیان‌نشین تهران در جمع هیئت نمایندگان اتاق چنین گفته بود: جناب رئیس، اگر اجازه می‌دهید بنده به عنوان کاسب جزء همین الان چک خرید نمایشگاه را بکشم. این اظهار نظرش در مقابل دیدگاه حیرت زده خبرنگاران در زمان خودش کم سر و صدا نکرد. از اعضای به نام مطلفه، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، دارنده شرکت بزرگ حساس که در عرصه صادرات خشکوار و به خصوص پسته ایران در سطح جهان صاحب نامه. چند هفته قبلم گفته شد که دو بانک چینی رو خریده، اما بعدم متذکر شد که کل بانک ها رو نخریده بلکه سهام اونها رو خریده. شماره 8 فاطمه مقیمی، اهل رشته. به روسری و مزای صورتیش نگاه نکنین. راننده کامیون های زیادی آخر برج چشمشون به دست خانم رئیس سوخته است. مؤسس و مدیر عامل شرکت حمل و نقل بین المللیه و در کارگروه مرتبط با موضوع حمل و نقل همکاری های زیادی داره. داستان زندگیش هم خالی از لطف نیست. مقیمی قرار بوده مترجم یا معلم زبان باشه. ماجرا از جایی شروع شد که مترجم شرکت حمل و نقل بین المللی شده و بعد وقتی صحبت های رؤساشو ترجمه می کرده فکر کرده که چرا خودش مدیر نشه. همین میشه که شرکت را میندازه و باقی ماجرا. شماره 9 محمد مهدی رئیس زاده، مشهدی 52 ساله انگار برای مدیریت در این دنیا حاضر شده. عضو هیئت مدیره و مدیر عامل گروه صنایع سیمان کرمان، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تسهیلات بازرگانی صنعتی، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بازرگانی صنایع ملی ایران، رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سیمان کرمان، عضو هیئت مدیره شرکت سیمان ممتازان، عضو هیئت مدیره گروه تولیدی لاستیک بارز، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و غیره. و آخرین نفر شماره 10 احمد میراحمدی، 72 ساله است اما خیلی جوون مونده. به گوشه شکست و پف کردش که نگاه کنید ظاهرا رمز جوانیشو دریافت میکنید. اون کشتیگیر با سابقه یه. البته کیه که ندونه کار و پول خوبم آدمو جوون نگه میداره. کشتیگیر قدیمی با گوشه شکسته که به عنوان پدر سرب و روی کشور شناخته میشه اهل تهرانه. علاوه بر سرب و روی در صنعت شیشه و بلورم کم فعالیت نکرده. عناوینی چون رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت شیشه و بلور استان تهران و نایب رئیس خانه صنعت و معدن تهران را هم یدک میکشند. ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو همراه ما بودید.